حمید صابری پژوهشگر و فعال حقوق زنان از تورین ایتالیا ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین خانم صابری. توجه جامعه جهانی به زنان ایران بعد از جنبش خیزش انقلابی زن زندگی آزادی کم سابقه بوده، حتی در چین هم ما واکنش های زیادی داشتیم، در کشورهای آسیایی، در همه جای جهان میشه گفت. اینو چطور ارزیابی میکنی شما؟ با درود بر شما، من میخوام بگم که من این کردیت یا امتیاز رو در واقع به تلاش‌های خودمون میدم، به تمام زنان مبارزی که بدون توقف از بعد از در واقع روی کار اومدن جمهوری اسلامی، از همون اولین 8 مارس شروع کردن بر اساس قوانین ضد زنی که این رژیم اسلامی به اونها تحمیل کرد اعتراض کردن و صدای خودشون رو نه فقط در همون موقعیت ویژه تاریخی، بلکه به صورت ادامه دار صدای خودشون رو در هر جایی که قرار گرفتن صدای اعتراض خودشون رو بلند کردن. و من فکر میکنم این بزرگترین تجربه در واقع زنانه‌ایه که به ما این اطلاعات رو، این در واقع اعتماد به نفس رو میده که اگر ما همه در کنار هم بایستیم، اگر به همدیگه صدا بدیم و اگر یک پلتفرم هایی رو که به صورت جدا ازش استفاده میکنیم در کنار همدیگه قرار بدیم، خودمون رو به جهان تحمیل میکنیم و اونها نمیتونن ما رو نادیده بگیرن. اتفاقی که در این 43 سال افتاد، ما میبینیم زنان ما به صورت پراکنده به دلیل اینکه خب جامعه مدنی مدام در کشور ما سرکوب میشد، این توان در ساختار اجتماعی به وجود نیامده بود که زنان بتونن مبارزاتشون رو به هم پیوند بزنن. و در واقع من فکر میکنم اون نقطه‌ای که امروز باعث شده که جهان در رابطه با مبارزات ما صحبت کنه و هویت زن ایرانی رو نه از زبان یک حاکمیت زن ستیز، بلکه از زبان خود زنان در رابطه با زنان ایران بشنوه، این به هم پیوستگی اعتراضات زنان از شروع جنبش انقلابی ژینا بوده. ممنون از توضیحاتتون. حمید صابری پژوهشگر و فعال حقوق زنان از تورین ایتالیا ما رو همراهی کردید.